روز 71 شهر من گفتگو فرشته به به چه هوای خوبی است من دوست دارم اینجا زندگی کنم رویا من هم موافق هستم رشت شهر زیبا و خوش آب و هوایی است بله خیلی بزرگ نیست خیلی هم کوچک نیست همیشه آب و هوای خوبی دارد خانه های زیبا دارد رستوران های حیرت انگیزی دارد به کوه ها نزدیک است مردم با هم مهربان و صمیمی هستند من هرگز اینجا را ترک نمی کنم لطیفه ملا مقداری چغندر و هویج و شلغم و سبزیجات مختلف خرید آنها را در خورجین ریخت و بر روی دوش خود گذاشت و سپس سوار خر شد یکی از دوستانش در راه او را دید و پرسید ملا چرا خورجین را بر روی خر نمی اندازی؟ ملا جواب داد من مرد با انصافی هستم درست نیست که هم خودم سوار خر باشم و هم خورجین را روی حیوان بیاندازم جمله های رایج جمعیت تهران چقدر است؟ زادگاه تو چطور شهری است؟ آیا در تهران جاهای دیدنی وجود دارد؟ آیا در مرکز شهر زندگی می کنی؟ شعر چون بلبل مست راه در بستان یافت روی گل و جام باده را خندان یافت آمد به زبان حال در گوشم گفت دریاب که عمر رفته را نتوان یافت خیام یافت پیدا کرد بستان باغ باده شراب نتوان نمیتوان دریاب بدان کلمه روز ذوق ذوق معنی مثال سارا ذوق و سلیقه خوبی در تزیین غذا دارد ضرب المثل آب از سرچشمه گل‌آلود است این اصطلاح را به این دلیل به کار می‌برند که بگویند مشکل به وجود آمده به خاطر بی‌کفایتی و یا بی‌تدبیری مسئولین اصلی است کوه به کوه نمی‌رسد آدم به آدم می‌رسد این عبارت را در زمان انتقام گرفتن از شخصی که قبلاً بدی کرده است می گویند
گفتگو. یاسمن، محل تولد تو کجاست؟ ارغوان، من شیراز به دنیا آمدم. پدر و مادرم اهل شیراز هستند. شیراز چطور شهری است؟ شیراز یک شهر بزرگ و خوش آب و هوا است. آیا جاهای دیدنی هم دارد؟ البته جاهای دیدنی زیادی دارد، مانند آرامگاه حافظ، آرامگاه سعدی و باغ‌های بسیار زیبا. یاسمن چند نفر جمعیت دارد؟ ارغوان در حدود 1.5 میلیون نفر است. اصطلاح روز: جان کندن. جان کندن معنی رنج بسیار تحمل کردن، مشکلات و سختی های زیاد داشتن. خواندن: باغ شاهزاده ماهان زیباترین باغ تاریخی ایران محسوب می شود. این باغ در نزدیکی شهر ماهان و حوالی شهر کرمان قرار دارد. این باغ مربوط به اواخر دوران قاجاریه است. این باغ به دستور محمد حسن خان حاکم کرمان ساخته شد. کوشک یا همان عمارت‌های آن بسیار زیبا است. سردر آن معماری زیبایی دارد که آن را از سایر باغ‌های ایرانی متمایز می‌کند. فواره‌های آن چشم هر بیننده‌ای را خیره می‌کند. این فواره‌ها که در باغ قرار دارند زیباترین فواره‌های باغ‌های ایرانی هستند. کلمات جدید: موافق بودن، حیرت انگیز، ترک کردن، چغندر، هویج، شلغم، خرجین، دوش، سپس، با انصاف، زادگاه، بلبل، سلیقه، تزیین، بیکفایت، بی تدبیر، انتقام گرفتن، حوالی، سردار، متمایز، بیننده، خیره شدن، همانند.